در این ثانیه های برنامه بانو زینب محمدی را با خود داریم. ایشان نویسنده هستند و یک کار خیلی متفاوت کردن، ای که با کودک های بی‌بضاعت نوشته میکنن و کتاب های درسی را تقدیم میکنن. سلام صبحتان بخیر زینب جان. سلام بر شما و بیننده های محترمتان، صبحتان بخیر. ممنون، شما سلامت باشین. زینب جان، برای ما بگو چی باعث شد که خودت بخوای کتاب نوشته کنی او هم باز تقدیم کنی بر کودک های بی‌بضاعت؟ دوستا شاید در جریان باشند، من در خارج از کشور مستری خود گرفتم در رشته ریاضی. وقتی که به وطن برگشتم بعضی مشکلات هایی بود که در معارف باعث ازی شد که کمبودی ها را درک کنم و ببینم با واقعیت طفلایی که صنف اول و صنف دو و صنف سه میرن، خصوصا در مضمون ریاضی، یک هیولای بسیار وحشتناک است برای طفلا. و اول سرم و مضمون ریاضی کار خود شروع کردم و مضمون ریاضی را به سه بخش برای بار اول برای طفلا به دوره پیش از مکتب، بیانی به دوره آمادگی، او را آماده ساختم و او را در سه بخش که اول کودک ها بتانن با شناخت محیط چهار تا اطراف خود بشناسند، دست چپ راست خود بشناسند، اشیاء بزرگ و کوچک بشناسند. و بعد از او در بخش دوم ما به آموزش اعداد پرداختیم که در آموزش اعداد هم زیادتر کوشش کردیم که با شیوه ترانه‌سازی و رنگامیزی برای کودک ها یک انگیزه را ایجاد کنیم که راست امو طفل روی مستقیم نره نوشته کنه یک دو سه. و بعد از او، بعد از بخش آموزش اعداد به بخش سوم ریاضی ما میپردازیم که در او ما به آموزش عملی جمع و تفریق البته به شیوه بسیار آسان پرداختم و آموزش اشکال هندسی مثلا مربع، مثلث، دایره، اینطور چیزها را بشناسند. و در کتاب دری ما یا فارسی دری ما که آماده ساختیم یک نوآوری دیگه در او هم انجام دادم که در او برای هر حرف الفبا یک ترانه مخصوص را آماده ساختیم. یعنی زینب جان چیزایی را که خودتان نوشته میکنین با دست چاپ مسپارین و بعدا به اطفال بی‌بضاعتی را تقسیم میکنین، این اطفال باز از کدام طریق پیدا میکنین یا کس براتان معرفی میکنه، چگونه پیدایشان میکنین؟ گفتان درست است، ما تا فعلا در مؤسسه کتاب و قلم که خودم بنیانگذارش هستم زیاد کوشش کردیم، سعی کردیم که نهادهایی را پیدا کنیم که همراه ما همکار شوند و خوشبختانه حزب جمعیت اسلامی افغانستان فعلا به دوش گرفتن و گفتن که این کتابا را به همراه ما به چاپ میرسانند، کمک میکنن همراه ما. و طفلا را ما گفتیم که برای دور اولی که به حساب به چاپ میرسه ساحه کابل در نظر میگیریم و طفلایی که از مکاتب دور هستند، یعنی نواحی را ما سروی میکنیم که مکاتب شخصی هم به اونجا نزدیک نیست و طفلایی هستند که به واقعیت ضرورت دارن، هزینه پرداخت کورس ها را ندارن، هزینه پرداخت مکاتب خصوصی را ندارن. زینب جان، شما یادآور شدین میان حرفایتان که به هر حروف الفبا یک ترانه جور کردین. بله. حالا در ساختن این ترانه ها شما را که کمک کرده یا او را هم خودتان نوشتین؟ جا داره امیال از همسر گرامیم سپاسگزاری کنم، اونا زیاد همراه ما همکاری کردن، ترانه ها را من نوشته کردم و اونا در حصه ویرایش و بعضی غلطی ها حتما می داشته باشه کس که نو شروع میکنه، اونا در اون حصه همراه ما همکار کردن. یعنی کار به خاطر کردین دیگه که زمانی که امو کودکان میخواین او را بخوانن خیلی خوب همو حرف و الف بایدری در ذهنشان ذهن نشین شوه. بله، یک تولید انگیزه شوه، به خاطر از اینکه یک هیچ نوآوری در سطح معارف من ندیدم به غیر از مکاتب خصوصی که اون هم با هزینه گزاف شاگردا را میپذیرن. برای طفلایی که هزینه ندارن بپردازن یک نوآوری شد که یک تولید انگیزه شود، بر علاوه از اینکه مثلا حرف الف یاد میگیرن ترانه مربوط الف هم یاد بگیرن، طرز نوشتار الف هم یاد بگیرن و به کاربرد الف در یک حرف، یعنی به علاقه مندی بخوانن. بله، به علاقه مندی کامل بخوانن و بعد از اینکه بخیر کتابای ما را خلاص کردن به شوق کامل و آمادگی کامل راهی صنف اول شوند و به هیچ مشکل دیگه انشاءالله برخورد نمیکنن. بانو محمدی، شما میان صحبت هایتان یادآور شدین که ماستریتان رو در رشته ریاضی خارج از کشور گرفتین. بله. و زمانی که برگشتین آغاز کردین به نوشتن این کتاب ها،
آیا اوجا موردی را دیدین که باعث شد توجه شما را جلب کنه و بخواین چنین کار انجام بتین؟ بله، من تحصیلات خود تا صنف 12 در ایران خواندم، در کشور ایران، و اینجا هم در دانشگاه استاد ربانی از رشته ریاضی دوره لیسانس خود به پایان رساندم. دوباره پس که برگشتم به ایران دوره ماستری خود مشکلات درک کردم و در اینجا در چند مکاتب خصوصی و دولتی تدریس کردم. یعنی به واقعیت سطح معارف هم من گفتم میتونم که بسیار زیاد تفاوت داشت و تفاوت زیادتر یکی از نگاه معارفی بود و یکی هم از نگاه هزینه‌ای بود که طفلا بسیار زیاد با مشکل مواجه میشدن. بازم مشکلات در نظر گرفته و شروع کردم به کار. و شده که کتابتان راجع هم کرده باشین به وزارت معارف یا به یکی از رؤسایش نشان داده باشین و نظر خود گفته باشن؟ تا کنون فعلا به تو مشخص دقیق نبردم برشان، اما تا تماس های تلفنی که همراهشان داشتم اونا گفتن که اول شما از یک طرف یک کمک مالی پیدا کنین، کتابا رو بچا برسانین و بعد از او بر ما مراجعه کنین که ما کتابایتان رو. یعنی اونا اصلا همکاری نکردن با شما در قسمت فیلن چاپش؟ نخیرید تو فعلا. در اول صحبتایتان زینب جان یادآور شدین که فقط بعد از اینکه کتابایتان چاپ شوه اطفال را که در کابل است سروه میکنید. بله. در ولایات هم کدام برنامه دارین با این دیتان؟ بله 100%. دوره این صحبتی را که من همراهتان داشتم برای دور اول چاپ کتابای ما بود. بسیار خوب. این مجموعه آموزشی یسرا که هست یک پکیج آموزشی است که فعلا شامل کتاب ریاضی، فارسی و انگلیسی میشه. این را برای دور اول به کابل در نظر گرفتیم. بخیر کابل خلاص شد، ولایات که اطراف کابل است و بخیر اگر بتونم خداوند قوت بده و دوستان همراه ما همکار باشن و تمام کشور پلان داریم. و ساحه کار ما تنها در دوره آمادگی نیست، پلان دارم بخیر بعد از دوره آمادگی که کارش بخیر آغاز شوه صنف اول، صنف دو و صنف سه تا صنف 12 انشالله کارایشان رو پیش بره. بانو محمدی، چی باعث شد که نام زیبای یسرا رو به مجموعتان انتخاب کنین؟ یسرا یکی به معنی آسان است، یک دلیل شمی بود، یکی هم نام دختره کم است. من در دلم گشت کرد من نام فرزندتان است. بله. ایدیش چطور گرفتین؟ ایده ساختم. اسمه؟ بله. ایده اسم کتابا رو زیاد من سرچ کردم، دیدم، جستجو کردم که یک نامی باشه که ذهنشین طفلا باشه و یک چیزی باشه که محتویات همی کتاب فوکستان تنها سر مضمون ریاضی بود یا تمامش؟ برای دفتنی که شروع کردم بله مضمون ریاضی بود. وقتی که مضمون ریاضی را تمام کردم همراه دوستا شریک ساختم، اونا تشویق کردن و بعد از او آمدم سر مضمون فارسی داری و بعد از او را دیدم که مورد استقبال دوستا قرار گرفت و مضمون انگلیسی را شروع کردم. بسیار خوب. بسیار خوب. بانو محمدی، شما یادآور شدین که کتاب هایی که تهیه کردین برای دوره آمادگی از قبل از اینکه ما به مکتب بریم یا کودک ها به مکتب برن به پوزش، حالا اینا خودشان با آسانی تنهایی خودشان میتونن چیزی از این بیاموزن یا یک فرد باید باشه که همراهشان همکاری هم کنه؟ کاملا گپ درست فرمودین. ما برای خاطر از اینکه همی طفلا بتونن که آسانتر همی موضوع را دریافت کنن یک انیمیشن هم آماده ساختم از محتویات همی کتاب که هست، از صفحه اول تا صفحه آخر. بخیر وقتی که کتاب ها را به دست چاپ رساندیم برای امو طفلا همراه همی کتاب ها یک چپ هم در نظر گرفتیم که چپ در چیزی است که حالا تلفن های هوشمند در تمام خانه ها هست، اما همراه امو انیمیشن که میبینن فامیلا میتونن که با دیدن از امو به طور آسان و روان امو طفلای خودم درس بتن. و یک گپ دیگه هم این است که در ولایات و حتی خود کابل زیادتر فامیلا هستن که حتی پدر و مادرهایشان برادرهایشان سواد ندارن. من همین شیوه را به می خاطر پیش گرفتم که در پهلوی از این که من بتونم یک طفل با سواد بسازم، یعنی با همی محیط اطرافش آشنا بسازم، امو کسی که بیننده امو انیمیشن است، امو ویدیو را میبینه، در پهلوی از امو او هم یاد بگیره و بتونه که برای طفلای خانه‌شان هم چیزی را یاد بدن.
در لابلای صحبتهایتان یادآور شدین زینب جان که خودتان تدریس هم کردین. بله. او زمان با شاگردهایتان خیلی حراس داشتن از مضمون ریاضی؟ صنفای اول و صنفای نرسری و آمادگی را که من تدریس میکردم به خاطر از این که خود یاوگی نشه که از خود تعریف کنم شاگردهای مشکل نداشتن. اما صنفای بالایی که صنف 9 بود، 10، 11 و 12 بسیار زیاد مشکل داشتن همراه مضمون ریاضی، چرا که از تهداب مشکلات به وجود آمده بود و از تهداب پایه‌گذاری درست نشده بود. چیزی موضوعات جنگ بود و حراس و ترس و ذهنهای نارامشان بود و چیزی هم نحوه تدریس بود. یعنی مضمون ریاضی سخت نیست؟ نه خیر نیست، سخت نیست، آسان است. بانو محمدی، شما یادآور شدین که کتاب ها را به شکل انیمیشن هم درست میکنین و صافتش را در دسترس مردم قرار میتین. حالا این کتاب ها خوب با معذرت، این کتاب ها خوب برای کودکان بی بضاحت است. اونا که اگر ما توجه داشته باشیم، خصوصا در می خود مرکز که کابل هست، خیلی از افراد بی بضاحت هستند که حتی یک گوشی هوشمند ندارن. باز اونا چگونه میتونن از این استفاده کنن؟ طبعا اونایی که به حساب بی بضاحت هستن، تمامشون زیادتر در یک منطقه زندگی میکنن، حتما دوست و آشنایی دارن که حتما در بین 4 فامیل و 5 فامیل یک تلفن هوشمند حتما پیدا میشن و وقتی که کتابا را ببینن، خود از امی باعث امی تولید انگیزه میشه که امی کار حتما پیدا بکنن، امو بفهمن که امی داخل امی چپ چی است، حتما یک کار میکنن که بخیر. یعنی میخواین در جستجو بیندازینشان و یک راهی پیدا کنن که بتونن استفاده کنن. بله. زمانی که مثلا این برنامه تان فقط در ذهنتان بود، عملی نکرده بودینش، آیا پیش خود فکر میکردین که موفق میشین؟ پلان گذاری می کردم پیش خود دیگه. چه مدت زمان رویش کار کردین؟ تقریبا 2.5 سال سرش کار شد. بسیار خوب. حمایت کننده تان بیشتر کی بود؟ دایره حمایت کننده بسیار زیاد از روز اول تا فعلا همسرم بوده. بسیار. خانواده دیگه اصلا همکاری نکردن؟ طبعا خانواده، حمایت خانواده که نباشد کس پیش رفتن نمیتونه، خصوصا بانوان در دقیقاً. باز با نقدم روبرو شدین زینب جان؟ نقد قدر زیاد نبود. وقتی که من کتابا را آماده ساختم به مرحله ویرایش سپردم، با همو استادایی که به حساب از خارج از کشور بودن و روانشناسایی که بودن، نظریات اونا را گرفتم و کار خود را پیش بردم. دیگه زیادتر را قدر نقد نشده تا فعلا. ممنون، شما سلامت باشین بانو محمدی. اگر پیام دارین برای دوستای ما، کمرای ما در خدمت است. زنده باشین، سلامت باشین. فقط پیام بر بانو ها همی است که هیچ وقت از تلاش دست نکشن و همیشه پشت کار داشته باشن و حتی اگر در خانه هم هستن، پشت کار خود داشته باشن و به تحصیل و تدریس خود ادامه بدن. تشکر، سلامت باشین.